سرخط خبرها پیش روی طالبان به سمت مزار شریف اتا محمد نور خواستار بسیج هوا شد ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی شولگر بلخ کشته شد نشست مشورتی اشرف با رهبران سیاسی در مورد سفرش به امریکا و اردوغان اعلام کرده است که مارشال دوستم را از تمام امکانات و تجهیزات جنگی تکمیل می کند. باید خدا به با مجموعه خبری این کانال خوش آمدید تقاضا می کنیم تا آخر با ما بوده و ویدیو را لایک کنید. پیش روی طالبان به سمت مزار شریف عطا محمد نور خواستار بسیجی هوادارانش شد. در حالی که گفته می شود طالبان به دروازه های شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ رسیده عطا محمد نور والی سابق این ولایت از هوادارانش خواسته است که علیه طالبان بسیج شوند آقای نور اصر امروز دوشنبه سی و یک جوزا با اعلام فراخوان بسیج ملی علی طالبان در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که این گروه هنوز باور به جنگ و خشونت ندارد. او نگاشته است با آنکه طالبان دم از صلح میزنند و به ما پیام می میدهند آن طرف به هجوم و نبرد رو آوردند و در کنار اشغال مناطق به ویرانی تاسیسات آمه قتل آم و کشتار مردم می پردازند که این امر سبب شکل دهی بسیج و قیام ملی می گردد. عطا محمد نور از فرماندهان و نیروهای جمعیت اسلامی خواسته که در دفاع از میهن و مردم خود را آماده در کنار نیروهای امنیتی بیستن و از خاک و مردم دفاع نمایند. او از احزاب سیاسی نیز درخواست کرده که در این شرایط اساس نیروهای خود را شامل بسیج ملی سازند تا همصدا و یک دست در برابر دشمنان میهن مبارزه قاطع نماییم والی پیشین بلق گفته است که پیش از این بارها به حکومت پیشنهاد تشکیل بسیج ملی را داده است اما به گفته او در این زمینه تعطیل صورت گرفته است او از حکومت خواسته است که در حمایت از بسیج ملی برای دفاع و حمایت نیروهای امنیتی امکانات لازم و به موقع را در اختیار نیروهای بسیج ملی قرار دهد عطا محمد نور هلجار داده است که در صورت عدم همکاری حکومت در این راستا آسیب های هر گونه پیامد آن به دوش حکومت خواهد بود عطا محمد نور یادآوری کرده است که از فردا سه شنبه یک سرطان رهبری عملیات پاکسازی مناطق بلق و شمال را به دست میگیرد او گفته که مراکز سب و اداره بسیج ملی و سوتوی مدیریتی به زودی مشخص می شود ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی شورگری بلخ کشته شد قلرد د شاین اعلام کرد که ولسوال خودخوانده طالبان برای ولسوالی شولگری بلق با اعضای کلیدی این گروه در حملات هوایی ارتش کشته شدن. این قلرد در خبرنامه ای گفت که بعد از ظهر امروز دوشنبه سی و یک جوزا در دو حمله هوایی در سایه آکبرک ولسوالی شولگره و دیگر ولسوالی کشنده ولایت بلخ موضع طالبان را بمباران کردند طبق خبرنامه در این حملات بریالی بر ولسوال خودخوانده طالبان برای شولگره با چند تن از افراد مهم این کشته شدند کولردی 209 گفته است که جمع خان مشهور به صفی الله مسئول قطه سرخ طالبان در ولسوالی شولگره و قاری امین مشهور به قاری الیاسی مسئول ماینگذاری این گروه در شولگره و ملازی الحق از فرماندهان طالبان در جمع کشته شده ها هستند این پایگاه ارتش گفته که چندین نفر از اعضای کلیدی طالبان نیز زخمی شدند طبق اعلام وزارت دفاع قبل از ظهر امروز نیز در مربوطات ولسوالی چهار بلدک بلخ مولای بسیر مشهور به مولانا دومین مسئول عمومی استخبارات طالبان برای زون شمال همراه با پنج تن از افرادش کشته شدند. این در حال است که طالبان مدعی هستند که امروز چهار ولسوالی ولایت بلخ به شمول شولگره را تصرف کردند منابع محلی سقوط شمار از این ولسوالی ها را تایید می کنند اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده است که مارشال دوستم را از تمام امکانات و تجهیزات جنگی تکمیل کرده و به زودی او را به افغانستان مفرستد. رسانه های ملی آنتولی نیوز به نقل از اردوغان گفته است که این یک همکاری است که من برای مردم افغانستان می نشست مشورتی شفغانی با رهبران سیاسی در مورد سفرش به امریکا ارگ ریاست جمهوری از برگزاری نشست مشورتی میان اشرفغنی با رهبران سیاسی و جهادی خبر داده و گفته در این نشست در مورد سفر آینده غنی و عبدالله عبدالله به امریکا مشوره شده است در این نشست که قبل از ظهر امروز دوشنبه سی و یک جوزا برگزار شده است چیره های سیاسی به شمول عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالرب رسول سیاف فرمانده پیشین جهادی حضور دارند در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که اعضای جلسه تاکید کردند که روند سال اولویت افغانستان است و تمام قدم های بعدی در این روند با تفاهم و اجماع لازم برداشته خواهد شد طبق خبرنامه همچنین در جلسه تاکید شده که صف اول و اجماع قوی سیاسی برای تحکیم صلح و ثبات استحکام نظام جمهوری و حمایت از نیروهای امنیتی امر ضروری است و از حمایت قوی مردمی از نظام جمهوری برای تحکیم ثبات افغانستان استفاده از این صورت بگیرد ارگ ریاست جمهوری میگوید در این مجلس درباره سفر موقت رئیس جمهور و ایت همراه با ایالات متحده آمریکا مشوره صورت گرفته و این سفر پر اهمیت خوانده شده است طبق اعلام کاخ سفید قرار است از و عبدالله عبدالله روز جمعه هفته جاری با واشنگتن سفر کنند و با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کنند محور گفتگو این دیدار همکاری پایدار بین افغانستان و آمریکا پس از خروج نیروهای آمریکایی گفته شده است زلزله در کابینه اشرفغنی برای جنگ آماده می شود علی موسوی خبرگزاری افاق ولسوالی ها یکی پس از دیگر سقوط می کند سرعت شماره و گسترد سقوط ها روز به روز افزایش می یابد و در این میان هیچ محصول و درجات درجه دار امنیتی در پایتخت خوزستان نیز در این وضعیت بحرانی و حولناک توضیح دهد در چنین شرایط اوقای یک زلزله در کابینه شاید بزرگترین نیاز امروز افغانستان بود زلزله که سر انجام رخ داد و تای آن بسم الله محمدی به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی و عبدالستار به عنوان سرپرست جدید وزارت داخله به گونه رسمی معرفی و با, با آغاز و کار کردن همزمان ولی محمد احمدزایی به رئیس رئیس ستاد ارتش افغانستان تعیین شده است بسم الله محمدی به جای اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع و عبدالستار به جای حیات الله حیات و ولی محمد احمدزایی به جای یاسین زیاد تعیین شدند اشرف بنی رئیس جمهوری روز شنبه 29 جوزا در مراسم معرفی این افراد گفت که هدف تغییرات در سکتور امنیتی ایجاد یک تیم واحد برای دفاع از کشور است او گفت که بسم الله محمدی در شرایط حاضر مناسب ترین گزینه برای دف... وزارت دفاع ملی است و از وی خواست که از اعتبار خود برای تغییر وضعیت استفاده کند آقای محمدی پیش از این هم در سمت وزارت های دفاع و داخله کار کرده است تغییرات در وزارت های دفاع و... داخله در حال رخ می دهد که جنگ در کشور تشدید شده و طالبان مدعی هستند که پیش از این چل ولسوالی را تصرف کردن بنابراین آیا این تغییرات به معنای آن است که شبانی خطر سکوت واقعی را درک کرده آیا زنگ خطر برای ارک هم به صدا در آمده آیا رئیس جمهوری مجبور شده برای تغییر وضعیت بار دیگر به همان کس شود که پیش از این عمیقا از آنان آن, 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 آن نفرت داشت آیا هیچ رای جز احیای دوباره مجاهدین و جبهه مقاومت شمال برای مهار طالبان نمانده است؟